ساعت 10 قبل از ظهر است و من با اتفاق همکار تصویر بردارم به کمپ می رویم که صدها بیجا شده ناشی از جنگ در آن به سر می برند. کمپ کاریزیان در غرب شهر مزار شریف، جایی که پناهگاه نزدیک به 500 خانواده آوار از جنگ شده است. سقوط پیهم نو ولسوالی ولایت بلخ و ناامنی ها در برخی از ولایت های همجوار بلخ پای صدها خانواده را اینجا در گوشه های از شهر مزار شریف آواره ساخته. این خانواده ها که در زیر آفتاب گرم زیر خیمه ها زندگی میکنند میگویند به دور از ابتدایی ترین زندگی شب و روزشان را با 1001 مشکل سپری میکنند. این خانواده ها میگن تا اکنون از سوی حکومت هیچ توجهی بر ازیا بر حمایت از این خانواده ها صورت نگرفته است. این آوارگان که در وضعیت نامناسب قرار دارند، حکایت های تکان دهنده از جنگ در مناطقشان دارند. وضعیت نمیزی جنگ است، آرام نیست، کشتن کشتن است دیگه، مقصد جای آرام نیست. ایسی نمیزنه مربی میخوره، اوسی نمیزنه، مقصد مردم بیتا کشتن شده است دیگه. جای جایدات علاقه خیستیم برمدیم دیگه. چیزی گرفتم و بچه کچه کشیدم دیگه. 400 خانه از دمین منطقه بیجای شدگیان است، از دولت هوات است، چاربولک است، بلخ است، از طرف بیره کشیندی است، از فاریاب است، از جوزیجان است، از کلی منطقه بیره میجا آمده مهاجر شده. این 700 خانه میجا مهاجر است. این مردم با بسیار یک مشکلات سخت روی بروی است که هیچ چیزی خوردنی داره نه پوشیدنی. به هفته به جزران اینا سایه نداره که سرشون سایه شوه، برای دینا میره هیچ نه خیمه کمک شده و نه دیگه شده. ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بلخ میگویند با تصرف اکثر ولسوالی های ولایت های شمال از سوی طالبان و سقوط نو ولسوالی ولایت بلخ نزدیک به 600 خانواده آواره شدند و در امه های شهر مزار شریف پناه آوردند. در مجموع در حدود 25,000 خانواده بیجا شده در شهر مزار شریف ما به طور تخمینی پیش ما 100 تا راجستر است، نظر به محلاتی که افتاد چند محله که است. اما در یکی دو ماه اخیر در حدود 600 خانواده و یا بیشتر از او در شهر مزار شریف به جای شدند. خب آمار و ارقام مشخصا دقیق نیست، اما دور بر 600 خانه هم قدرا هستند. این آوارگان که در دمای گرم مزار شریف در وضعیت نامناسب به سر میبرند، از حکومت و نهادهای امدادرسان خواستار رسیدگی به حل مشکلاتشانند. 400 خانواده اینجا زندگی نم، زمستان اینجا تیر کرده، الان هم هوا گرم است، با این گرما اینجا زندگی میکنه. اینا هیچ خوردنی نداره، پوشیدنی نداره، برده دین لیاب همه چیز نه، از چیز از نگاه نوشیدنی آب همه چیز اینجا کمبوت داره، با همین حالت اینا زندگی میکنه. اینه میشه نان خوردن نداریم، او نداریم، یزم نداریم، اینه تو شالکی را لاتکونه پلاستیک ما میریم، بچه های ما دخترهای ما جمع کرده، دخترهای جوان میاره ما علاو میکنیم. ما این روز ما این زی حالت است. ما را خب باید که دولت بشنوه گپ ما را، سخن ما را، باید ما کمک کنه، خیده ای حالت ما که نکنه، در کدام حالت ما کمک میکنه. با این حال ریاست مهاجرین بلخ از تلاش ها جهت فراهم سازی کمک بر این آوارگان سخن می زند. دور اول مثلا کمک های اضطراری شامل کسایی میشه که از آمدنشان تا 3 ماه میشه و دور دوم کسایی که از آمدنشان تا 6 ماه میشه که اینا مراجعه میکنن و یا ما با خبر میشیم از این کمک ها اینا مستفید میشن. اتو نیست که 25,000 خانواده در مجموع بر از این کل از اینا ما کمک کنیم. اینا مثلا از 4 سال پیش است، از 3 سال پیش است، از 5 سال پیش است، اینا این کمک ها را دریافت کردن قبلا. بر بنیاد آمارها بیش از 100 ولسوالی در ماه های اخیر به دست طالبان سقوط کرده است. همزمان با سقوط ولسوالی ها هزاران خانواده برای زنده ماندن خانه هایشان را ترک کرده و در بزرگ شهرها پناه آوردند. در حالی که برخی از ولسوالی ها بدون جنگ برای طالبان از سوی نظامیان تخلیه شده، اما در اکثر ولسوالی ها نبرد ها علاوه بر وارد کردن تلفات بر هر دو طرف از غیر نظامیان نیز قربانی گرفته و خسارات انگفت مالی را نیز بر مردم وارد کرده است.